هر روز که در جشنواره حضور داریم شاهد برپایی نشست های پرسش و پاسخ اهالی رسانه با فیلمسازان هستیم. این بار امسال مسئولیت این نشست ها به عهده دوست و همکار عزیزم آقای شهیدیفر عزیز هست. از ایشون خواستم که امشب مهمان من باشن. اتفاقی هم افتاده بود امروز تو نشست که دوست دارم در مورد اون بپرسم، ولی بیشتر دوست دارم بپرسم شهیدیفر عزیز با چه نگاه و نگرشی پشت صندلی پشت میز قرار گرفته که باید ارتباط صمیمانه بین اهالی رسانه و فیلمسازان برقرار بکنه. سلام، سلامت باشی. سلام علیکم، خوش اومدید. خسته نباشید. سلامت باشی. خیلی کار فشرده و سختی است. از صبح چند جلسه در روز میشه؟ تقریبا 4 جلسه ما داریم دیگه، تو 4 سانس اصلی یا 5 تا 1 2 3 4 تا. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، شب بخیر. 4 سانس و 4 تا جلسه، چون این سانس پنجم و آخر که در واقع چون هیچ کدوم از مسابقه ها نیستن. یعنی 50 جلسه پرسش و پاسخ در طی 10 روز 40 تا مثلا. خب اوضاع اول پرسش پاسخ رو چجوری می‌بینید؟ اصلا با چه استراتژی داریم این جلسات رو اداره می‌فرمایید و هماهنگی می‌کنید؟ عرضم به حضور مبارکتون که تصمیم جشنواره امسال این بوده است که این جلسات درش نقد اتفاق نیفته. اونطور که دوستانی که جشنواره های بین‌المللی هم شرکت کردند به ما میگن این است که در سایر جشنواره ها هم جلسات گفتگوی مطبوعاتی که بعد از نمایشی فیلم برگزار میشه به نقد نمی پردازه. به نظرم با استدلال درستی همین هم انجام میشه. همه همون میدونیم شما که چند جشنواره گفتگو باید اتفاق بود. آره همینطوره ها، همینجور. بله، یعنی نقد نیست، نقد جلسه تخصصی دیگری است که خارج از این که حاضران فضای... دیگری میطلبه و فضای دیگری و زمان دیگری. چون مطبوعاتی ها برای اولین بار فیلمی رو دیدن، حالا یا شیفتشند یا اینکه نسبت بهش موضع منفی دارن، بنابراین ملتهبند. گروه سازنده هم اولین اکرانش بوده، او هم ملتهبه، یعنی دو تا گروه ملتهب و هیجان زده روبروی هم قرار میگیرن. نظرات ما بعدی و بعض وقتا بعد دیدن فیلم تعدیل میشه دیگه. این هممون هم این تجربه رو داشتیم. از سالن اومدیم بیرون نسبت به فیلم حس خوبی نداشتیم، ولی دو روز بعد با خوندن یه چیزی یا پیدا کردن یه اطلاعی تصحیح کردیم خودمون رو. بنابراین اون زمان مناسبی برای نقد قطعا نیست، ولی زمان مناسبی برای این هست که ما اطلاعاتی از فیلم پیدا بکنیم، یعنی اسباب مفاهمه بین اهل رسانه و گروه فیلمسازی شکل بگیره، نیتها رو بدانی، اهداف رو بدانی. بچه های رسانه و فیلمسازا چجوری تحملاشون چجوری نسبت به خیلی خوبه که انجام میشه؟ تو سالهای پیشون در واقع نقد هم به شکلی انجام میشده، حضور همکاران شما و منتقدین محترم سینما هم بوده. یه ذره تو روزای اول این پرسش پیش اومد که چرا نقد صورت نمیگیره. من قدری تو بعضی جلسات این رو توضیح دادم، یا توی راه رو بالاخره تو رفته آمده بین سالن نمایش تا اتاق این جلسه، که دلیل متعددی بر این امر مترتبه و فایده اصلیش هم متوجه فرهنگ کشور، ارتقاء فرهنگی و سینماست. که سینما توی جشنواره بهترین شرایط رو برای ارائه خودش پیدا بکنه. درسته. و با آرامش اون وقت موقع اکران حالا میتونیم کارهای نقدمون هم انجام بدیم، یا مثلا کاری که شما اینجا در انتهای یک شب انجام میدید، دو تا منتقد بزرگوار ما هم تقریبا نقد آماده ای دارن از اکران عمومی که بعد ببینن. نقد اصلی در واقع اون وقتم تازه انجام میشه. اصولش هم یک قسمتای از نشست امروز آماده کرده، اینو ببینیم بعد دوباره با هم گفتگو بکنیم. ما چون انتهای فیلممون مقارن شد با زمان اذان مغرب، باید زمانی رو برای اذان و نماز اجازه میدادیم که بگذره و بعد جلسه رو شروع بکنیم. به صحبت آقای باقری خواهش میکنم تشریف بیارن جلو. علی باقری. آقای معیری اجازه بدین قواعد جشنواره رعایت بشه. قواعد رو بگیم. آره، بعد همه حق علی باقری بیان جلو و همه امکان صحبت میرسه. آقای معیری، علی باقری، این هماهنگی باید قبلا میشد آقای معیری، نه اینکه الان عوامل فیلم ها ده 15 نفر ببینیم و همه رو بخوایم اینجا باشه. این که غیر ممکنه. ما منتظر شما بودیم تا الان. عرض کردم ما وقت نماز نباید جلسه برگزار کنیم. آقای باقری خواهش میکنم بیان جلو. عذرخواهی میکنم، پایان جلسه رو اعلام میکنم. متشکرم.
میخواستم میام حرف بزنم منتها ایشون که ادعا میکنن باید عوامل فیلم باشن اصلا من اونجا نمیگم میدونی چرا؟ ایشون با من قرارداد دارن ایشون به عنوان کارگردان و تهیه کننده با من قرارداد دارن که اجازه دست بردن در فیلمنامه من ندارن در اون 15 دقیقه شخصیت من بردن زیر چاه یک سری سمبول خنده‌دار اضافه کردم دوست داشتم اونجا میبودم و حرف میزدم آقای کارگردان و تهیه کننده دفعه بعد به نویسندتون احترام بذارید قرارداد میبندید پای بندش باشید خب بیدم هم جواب بدید یه صندلی اضافه خلاف مقررات جشنواره یه صندلی اضافه بله یه صندلی اضافه یعنی باید برو به همه ما که احترامی بشه به خاطر یه صندلی کجای قانون نوشته که باید تعداد صندلی هم میرامده از دفتر جشنواره فرمودن لطفا سالن خالی شد جالب بود چی بود آقای شهیدی قصه امروز حالا من خیلی مایل نیستم راجع بهش صحبت بکنم یه اتفاقی که بوده و گذشته و تو فضای داخلی ما هم دارش. اما چون شما نشون دادید و هم میفرمایید عرض میکنم جشنواره آیین نامه ای داره برای بخش های مختلفش تعیین میکنه که این تعداد سیمرغ بده این تعداد فیلم با این قواعد این هیئت داوران انتخاب و مانند این از جمله راجع به این جلسات قاعده این است که از عوامل اصلی هر فیلم حد اکثر 6 نفر تو این جلسه شرکت بکنن شش نفر رو کی تعیین میکنه؟ به انتخاب تهیه کننده و کارگردان یعنی همکاران من تماس میگیرن روز قبل بله روز قبل میگیم قاعده ما 6 نفر حد اکثر از عوامل اصلی که در واقع محل گفتگو وجود دارد بله. خب خودمون میدونیم که بالاخره بعضی از رشته و حرفه با اینکه زحمت زیادی هم میکشن ولی خیلی محل بحث و گفتگو تو رسانه ها طبیعتا لااقل تو این شرایط نیستند همین روال در مورد این فیلم هم انجام شده بود و با این دشواری دوستان من روبرو بودند که میل تکانده و کارگردان محترم این فیلم این بوده است که تعداد زیادتری حاضر باشند بهشون گفته شده بود که این قاعده است به دلایل مختلفی هم این قاعده در واقع تمهید شده هم میزان سن مناسبی باید باشه باید ما فکر عکاسیش رو بکنی فکر زمانبندی جلسه رو باید بکنی و خیلی چیزهای دیگه ایشون لیست رو در واقع ساعتی قبل جاگویا جا به جا میکنند و افراد متعددی و این باشد و اون باش نباشد و اینها تا میرسیم به اون جلسه که با همین شرط که شما نشون دادی دوستان نشسته بودن درست حالا من فکر میکنم اینجور حاشیه ها اولا که یک امر معمولی است توی جشنواره ها این اتفاقات معمولا میفته یه مقدار ناهماهنگیه یه مقدار بی‌برنامگیه یه مقدارم شاید هم یه جای زیاده خواهی باشه دیگه باید یه مقدار دوستان تحمل کنن ایشون میدونستن و چون در واقع مجبور بودن تا اون لحظه عمل بکنن فکر کردن توی اون لحظه میتونن با این نوع اعلام من خدمتتون عرض کردم که باشه تو جلساتی ما داشتیم 7 نفرم بودن یعنی بله. با در واقع اجازه از ستاد جشنواره و با هماهنگی با اونها امکان فراهم کردیم که هر کدوم از گروه از گروه فیلم سازی هم خواستن در واقع تو گفتگو به نحوی شرکت بکنن شنیدین اینجا شما پخش کردیم ما گفتم باشه شرایط فراهم میکنیم که این کار بشه ولی ایشون همینطور که دیدیم به نظرم با شاید بی احترامی به اهالی رسانه در واقع با بی اعتنایی به این قصه به علاوه اینکه قبلش من متوجه شدم که شما هم نشون دادین بین خود عوامل هم نکته‌ای وجود داشت که اونجا قرار بود مثلا تصفیه حساب‌های صورت بگیره بنابراین در یه لحظه فکر کردم که این جلسه بهتر است که هم به احترام قواعد جشنواره به احترام اهل رسانه به احترام مردم و به جهت احترام به اخلاق و گفتگو یعنی ببین من وقتی نشستم بله. نمیتونم با کارگردان این گفتگو یعنی بکنم که تعامل و گفتگو چطور شد آقای شهیدی فر این مسئولیت رو پذیرفت خب یه چیزی رو اگه اجازه بدیم من فقط بله. عرض کردم چون خود تو سینمایی هستی بله. دیگه بله خدا رو شکر بالاخره سالهای سال من شنیدم با ابراهیم حاتمی کیا هم دوره بودی درسته؟ آقای حاتمی کیا فکر میکنم یکی دو سال بعد ما فکر میکنم یا قبل از دوره که من وارد شدم بعد از شما وارد شدم. آقای حاتمی کیا بعد از اینکه کار فیلم سازیشون رو در واقع شروع کردن وارد شدن ما بچه بودیم که دیگه رفتیم سراغ تلویزیون بیشتر کار سینمایی رو دیگه انجام ندیم نه الان هم میل فیلم سازی نداریم نه واقعش
آره شاید عجیب باشه ولی ندارم. من جسارت میکنم آقای گلالی جان، فقط میخوام عذرخواهی بکنم. تو جلسه هم عرض کردم به خصوص از آقای همایون ارشادی من خیلی خجالت کشیدم که خب و همه عوامل، واقعا همه عوامل با مناعت طب اونجا اومده بودن که تو اون جلسه گفتگو شرکت بکنن. اهالی رسانه ها هم جمع زیادی اونجا بودن، من از همشون خجالت زده شده بودم که کاش این اتفاق نمی افتاد، ولی فکر میکنم یه انتخاب ناگزیر بود و ما ناچار بودیم برای حفظ اخلاق و انضباط و قواعد جشنواره و احترام به فرهنگ جامعه و در واقع ادعایی که براش داریم در اعتقاد فرهنگی، تصمیم رو بگیرم که با موافقت اصحاب رسانم الحمدلله مواجه شدیم که حالا بخشش رو شما هم پخش کردید. ولی واقعا اینجا عذرخواهی میکنم از همه عوامل فیلم، به خصوص آقای ارشادی، به خصوص آقای ارشادی که بالاخره از مفاخر بازیگری سینما امام هستن، و شرمنده ایم که این اتفاق افتاد. کاش نمیافتاد و هممون شرایط آقای گبرلو گفتگو، تمرین گفتگو، مصیبت من همینه دیگه، حال و حوصله. خیلی از اهالی سینما تحمل گفتگو رو ندارن در سینما. غیر سینما مونم آخه خیلی شرایط متفاوتی نداره، خیلی سیاسی میشه ما دیگه اون نه توی بالا زندگی زناشویی مونم شاید حتی. آره متاسفانه این ضعف ولی این جلسات امسال آقای اجتماعی ما وجود داره. بله با راهنمایی خود شما، سایرین از اصحاب رسانه، اهل فکر و فرهنگ و سینما، داره تمرین جدیتری میکنه این گفتگو رو انشاءالله. بدون این که بخوایم موضعی رو رسما اعلام بکنیم، پرسش کنیم. ما اثری رو دیدیم، حالا بیایم از سازنده اثر، گروه سازنده اثر بپرسیم، ببینیم اون چه که دریافتهای ما از جهان سازنده اثره منطبق هست با نیتها و اهداف گروه سازنده هم یا نه. یک گفتگوی آرام و مطبوع رو میطلبه که الحمدلله تا به حال داشتیم، روزهای بعدی هم خواهد بود. هم اهالی رسانه باید به نوعی این فرهنگ پرسش رو به نوعی بتونن درک بکنن، و از اون طرف فیلمساز هم این رو بدونه که این از این تریبون باید استفاده بکنه برای مخاطبش، اطلاعات لازم رو در اختیار مخاطب قرار بده، اطلاعاتی که به درد سعادتش بله. میخوره، نه به درد خود، نه به درد هیجان کاذبش بله. یا تنش‌های بی‌موردش. شما که از اون مدیرای جلسات پرسش پاسخ نیستید که عاشق هیجان شور و چیز باشه؟ ابداً. آقای گبرلو، سینمای امروز ما که نه، همه جامعه ایران امروز به نظرم بیشتر به تحمل و مدارا و آرامش و اخلاق و اندیشه محتاجه تا هیجان، تا تنش بیمورد، تیترهای بیهوده غلط در آستانه دروغ یا حتی دروغ، تا مثلا تظاهرات محفلی یا خیابانی و هر چیز شبیه این، جایی که فکر و اخلاق باشه که نیازی به چنین رفتارهایی نیست. با آرامی میتونیم ما، من میتونم شیوه شما رو توی یک امری نپسندم، ولی میتونم استدلالمو بگم، پاسخ شما رو بشنوم، نظرم هم ممکنه تعدیل بشه دیگه. ممنون، تمرین میکنیم آقا انشالله. خسته نباشید، میگم خیلی محبت کردیم، شدم تو برنامه، خیلی محبت کردیم، بزرگواری کردیم، راه دادیم ما رو سینما با هم گفتگو بکنیم انشالله با کمال میل. خیلی متشکرم.